هزاران نفر در اعتراض به حاکمان نظامی مصر در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و خواهان کنارگیری آنها از قدرت پس از انتخابات ریاست جمهوری شدند. معترضان همچنین خواهان اجرای قانونی هستند که به مقام های ارشد دولت حسنی مبارک اجازه حضور در انتخابات را نمی دهد. تجمع روز جمعه را گروه های لیبرال و جنبش جوانان سازماندهی کرده بودند. مطالبنا الاساسيه عزل الفلول طبعا كلهم. خواسته اصلی ما ممنوع کردن حضور مقام های بلند پایه رژیم مبارک از جمله امر موسا در انتخابات است. ما همچنین خواهان لغو شورای قانون اساسی هستیم. روز جمعه اخوان المسلمین که اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار دارد از طرفدارانشان خواست که به تظاهرات بپیوندند. ما به اینجا آمدیم تا بگوییم که مخالف نظامیان هستیم. ما از شر دزدان خلاص شدیم و حالا گرفتار دزدان دیگری شده ایم. گروه های اسلامی از جمله اخوان المسلمین و اسلامگراهای سلفی هفته گذشته تظاهراتی بر ضد حاکمان نظامی ترتیب داده بودند که با استقبال گروه های سیاسی لیبرال مواجه نشد. ما به میدان تحریر آمدیم تا به اهداف انقلاب برسیم، چرا که این اهداف نیمه تمام ماندند. حدود 14 ماه پس از سقوط حسنی مبارک او و پسرش در بازداشتند، اما هنوز یک دولت منتخب مردم بر سر کار نیامده است. مصر هم اکنون دولت منتخب شورای نظامی اداره می کند. ریاض ماس از خبرنگار یورونیوز در قاهره می گوید یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری اعتراض های سراسری به شورای نظامی و نامزد های ریاست جمهوری آغاز شده است. ادامه این اعتراض ها می تواند بهانه ای به شورای نظامی برای لغو انتخابات تا اطلاع ثانوی بدهد. القاهرة.